رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. وقتتون بخیر دکتر، خوشحالم که دوباره با شما صحبت میکنم. بفرمایید. آقای دکتر، من در مورد پسر 2 سالم تماس گرفتم خدمتتون. یعنی قبلا ما با راجبش صحبت کردیم؟ نه قبلا با شوهرم و یه سری مسائل دیگه بود صحبت کرده بودیم که مثل همیشه ناجی بودیم. من افتاده تشکر بکنم در مورد برنامه جامعه سالمتون، خیلی خیلی عالیه. من هفته 2 بار هی گوش میدم، هر برنامه رو که شما پست میکنین مکررن گوش میدم. سپاسگزارم از اینکه این وقت گرامیتون رو میذارین برای ما که یاد بگیریم حداقل از تو خانواده تا جامعه چه کار باید میکنیم. ممنونم آقای دکتر. من فایل شما رو برای پرورش پسرم گوش کردم از زمانی که باردار بودم. هر کدوم از سنها رو، هر دوره رو شاید 4 بار 5 بار گوش کردم. الان باردار هستم، هفته 19 من وارد شدم. بعد چون همیشه شما میگین در مورد مه تا 3 سال تو خونه بهتر بچه رو خودمون نگه داریم و مادر تربیت کننده باشه، من همین انجام داده بودم. همسرم در کنار کمک میکرد منو و تربیت پسرم با من بود. الان که باردار شدم یه تماسی شما داشتین، یه خانمی تماس گرفتن در مورد 2 تا بچه‌شون. شما گفتین باید قبل از زایمان کودک دوم بچه میرفت مهد. من برام سوال پیش اومده که باید پسرمو بذارم مهد کودک یا خیر. یکی میگه که ما 1 ماه مهمون از ایران داشتیم ای دکتر، بعد 2 تا فرزند داشتن، خیلی فرزند خشن و خشمگین بودن. روز اول که اومدن خونه ما پسر من خیلی فرندلی باشون بود. از روز دوم اینا شروع کردن کتک زدن، این کتابا رو پاره کردن، سنگ رفتار خشونت آمیزی میکردن. چرا موندن تو اون خونه؟ والا قرار بود دایی دکتر اول گفتن ما 1 هفته میمونیم، بعد هی گفتن دنبال خونه هستیم. اصلا چه اهمیتی داشت؟ میرفتن هتل. شما اگر می اومدی کسی خونتون چاقو میکرد تو شکم پسرتون، میگفتید باز بمونه یه هفته؟ حالا هر کی بودن، اصلا نمیخوام بدونم کی بودن، هر تحفه ای که بودن، خب شما اصلا نباید این کارو میکردید. من نمیدونم ما تا کی این مهر طلبی و وابستگیمون باید کار دستمون بده. شما اومدید خارج از ایران، حالا بچه رو آوردید اینجا، با رعایت صدها نکته به سلامت رسوندید مثلا به این سن، حالا یه دفعه 2 تا بچه بیان فرزندتون رو کتک بزنن تو خونه خودتون و شما بگید اینا اومدن بمونن، برن هتل فردا همون شب. خونه من بودن، همون شب خونه هتل بودن، اما 1.5 ساعت بعد بودن. درسته، واقعا اشتباه کردیم، ولی چند بار باشون صحبت کردیم. مثلا صحبت نداره. مثلا کاری برم اونا چی گفتن عزیز. شما من بفرمایید آمدن خونه شما رو میزنن شیشهاشو میشکنن، میزنن شیشه اتومبیلتون رو میشکنن و یا چاقو میزنن به بچه هاتون. شما هنوز میگن اینا گفتن ما همین هفته خونه پیدا میکنیم میریم. الان برن هتل، بعد خونه پیدا کنن برن. اینو برای بقیه میگم عزیز. چرا من میگم دوتا بدبختی، دوتا گرفتاری ما مردم داریم، احتراب یه وابستگی؟ چی میشد اگر میگفتید این بچه ها به فرزند من آسیب میزنن، به خودشون هم آسیب میخوره، روابط ما هم گفتم آید شما، مادرشون هم حتی به شما زنگ زد با شما صحبت کرد. همون هفته اول مادرشون زنگ زد با شما هم صحبت کردن. شما هم چند بار ازشون پرسیدین کجا موندین ولی پاسخ شما رو ندادن. در مورد رفتار بچه هاشون با خود شما صحبت کردن که شما گفتین که الگوی تربیتی نداشتن. متاسفانه بعد از رفتن اینا پسر من الان هر بچه‌ای رو که میبینه میترسه، گریه میکنه. من الان خب شما نباید ببریدش بیرون عزیز. اولا شما برای یه مدتی نمیبریدش بیرون، شاید مثلا 1 هفته. بعد یه بچه‌ای که کوچکتره، بچه مهربون خوبیه رو، در حالی که شما و مادر اون بچه کنار هستی تو چهارتایی کمک میکنید که او بیاد یه مقدار تجربیات تازه از خوبی و مهربونی و ارتباط رو یاد بگیره. این کار رو باید بکنید. درست بود که اگر شما من میگفتید بچه من الان زخمیه، میگفتم بره دکتر پانسمان بشه. شما باید با واقعیت و تجربیات خوب روی تجربه قبل قبلی بریزید
و به نوعی شرایطی فراهم کنید که فرزندتون آروم بگیره. خوشبختانه هنوز وقت دارید تا نوزاد بیاد، اونقدر مسئله ای ندارید. و خب شما میگید مثلا آیدا شما نظر شما کی باید مستش رو شروع کنم اگه قرار باشه یک قبل از زنی؟ هر زمانی که برن آروم شد که با بچه ها باشه. ولی فرض کنید فرزندتون الان دقیقا این 2 سالشه، پسرت گفتید درسته؟ 2 سال 1 ماه شای دکتر. بله بنابراین فقط میتونه بیاد به دنیا آمدن. من یه نکته رو خدمتتون بگم، ایشون 2 کیلو 400 بودن، آلتراساند ها همیشه به من گفته بودن بالای 3 کیلو هست، که از هفته 36 از هفته 34 تا 36 بریج بودن، بعد برای سی سیکشن زدن، هفته 37 چرخید بچه ولی 2 روز تکون نخورد که مجبور به سی سیکشن شدن. بعد از زایمانم گفتن وزن بچه کمه. بعد از 5 روز از این که به دنیا آمده بود، من و همسرم هر دو با هم کرونا گرفتیم، یعنی با سی سیکشن من هر دو کرونا گرفتیم. وزن اینم کوچیک بود، هیچ کسی هم نبود من کمک بکنه. من خودم یه ضربه روحی خیلی بدی بعد از این داستان گرفتم، یعنی دپرشن گرفتم که هم با یه سری فایل های تومبا باز تونستم خودم آروم کنم، هم تحت درمان رفتم. یکی از خانمه که شما دفترتون تایید کردن تورنتو با ایشون صحبت کردم، بالای 25 جلسه با ایشون مشاوره رفتم که اوکی شد. همش زرم استرس اینو دارم که الان بچه بعدی بیاد وزنش کم نباشه، دوباره همون مسئله نباشه. نه نه ببینید عزیز، اولا موردی که قبلا در جهت جنین و نوزاد یا این پسرتون بوده رو از یک موضوع قاعده و قانون نسازید و با خودتون اگر قرار باشه به خاطر یه حادثه که دوستانی که اومدن خونه شما تصادف کردن، حالا بگید که هر وقت مهمون دعوت کنیم تصادف میکنن در بیاد، این دیگه یه نگاه غیر واقع بینانه است. نه تنها از استراب میاد، نگرانی من رو از اینکه واقع بین و معقول و منطقی به موضوع نگاه نمی کنیم آزار میده. بنابراین موضوع این که جنین چی میشه رو بگذارید به عهده واقعیتی که الان اگر خبری ازش دارید دارید، اگر کاری باید کرد بکنید، ولی منتظر بشید ببینید چی میشه. این یک. دو، پسرتون یه ملاکی داره و اون ملاکش اینه که ببینید کم کم با رفتار درستتون که باید وقت صرفش کنید آروم گرفته. اگه آروم گرفته پس ما مشکلی نداریم. اون چیزی نیست که اگر یک حالی و یا حس و احساسی داشته باشه رو بتونه پنهان کنه. نتیجتا اگر الانی که نسبت به بچه های دیگه اون حساسیت رو داره، اگر اون از بین رفت به خاطر رفتار درستتون و یه کسی که میاد باش بازی میکنه یا میره خونه اونا بازی میکنه و یا به هر حال به گونه های مختلف مواظبش هستید، فرض بفرمایید در آغوش پدرشه، میرید این مراکزی که بچه ها هستن بدون که ازش بخواید بره با بچه ها بازی کنه، مگر خودش خیلی اشتیاق نشون بده، همونجا میستی تماشا میکنی که بچه ها بازی میکنن، بعد از مثلا 10-15 دقیقه میرید، بعد یه نیم ساعت یه ساعت دیگه بر میگردید 10-15 دقیقه دیگه. یعنی بیاید او رو با واقعیت این که روابط خوب است و بازی هست و خوشحالی هست و شادی هست، او رو همراهش کنید. پس یکی ملاک شما فرزندتون خواهد بود. دوم، زبانی که میدونه، چقدر انگلیسی میدونه که اونجا بتونه بره مه، و یا اگر مهدی میفرستیدش ای مخلوط فارسی و ایرانیه چه خبر است اونجا جایی که قراره بفرست. آیده تو یه موضوعی که خیلی مهم بود میخواستم خدمتون عرض کنم اینه که شاید حدود 15 تا کلمه رو استفاده میکنه، کلمات همه رو میدونه مگه اینکه مجبور بشه استفاده کنه، یا حالا یه دفعه مثلا ناخواسته به ما بگه، مثلا بالا پایین طبقاتو بخواد بگی، یه دفعه ناخواسته ما میگه میخوام برم بالا، حالا میخوام برم هم نمیگه، فقط میگه بالا یا پایین، ولی کلمات کوتاهی برای غذا من پدرش اینا رو استفاده میکنه، شاید کمتر از 20 تا باشه. انگلیسی رو ما در حد این که مثلا تو فروشگاه جایی میریم مثلا بهش میگیم بیا اینجا دست نزن، یا در همین حد بیشتر باش انگلیسی رو صحبت نمیکنیم، چون میگم فایل شما گوش کردیم گفتیم 2 ساله کامل آره اولی خب که بسید فقط فارسی گوش بده. خب رایت، ولی ببینید عزیز الان جایی که میرید چون محیطتون انگلیسی زبانه تو این منطقه که هستید، بگذارید شاهد حرفای بچه ها و سر و صدا باشه. گفتم اگر تلگرام بازیتون میبردمش قبل از اومدن مهمون هفته یه بار،
اونجا انگلیسی باهاش صحبت میکردیم، بچه ها میومدن باهاش بازی میکردن یا با پدر مادرها، یعنی چیز میکردیم اونجا، سعی میکردیم ارتباطش رو با بچه ها تو پلگرام با زبان دوم بگیره، ولی تو خونه خودم همیشه باهاش فارسی صحبت میکردیم. حالا اون که بوده، ولی کم کم میتونید لغات ببینید. همونجا عرض میکنم که بعد از همون حروف شما یه مقدار لغات رو و کار میدید، دلیل نداره که جمله ببندید یا حداقل جملات دو کلمه است که مثلا اگر میخواید مثلا بیا اینجا رو به انگلیسی میگید یا لیوان و بردار رو به انگلیسی بهش میگید. بنابراین شما شروع کنید، ولی اینقدر نگران و حساس نباشید. یعنی اینا بچه ها بیش از این توانایی مقاومت رو دارن، مگر در معرض حوادث شدید مثل اون موضوع قرار بگیرن یا اصلا همه چیزش خراب و غلط بوده. نگران نباشید. بنابراین یکی آرامش خودشه، دومی مقداری زبان انگلیسی رو بیشتر بدونه. حالا مهم نیست که آیا واقعا تو این زمینه تأخیری داره یا نداره، اهمیتی آنچنان نداره. بعدم اگر اونجا یه محیط فارسی انگلیسی باشه، چون مهد کودکهایی هستن در تورنتو و جای شهرهای بزرگ، اگر نزدیکتون اشکال نداره، اگر نه یه محیط امریکایی ولی بسیار تعداد کم باشه، هرچی کمتر باشه تعداد بهتره. فعلا بذاریدش برای 3 ماه اول ببینید چه میشه. ولی شما میتونید وقتی که مثلا 1 ماه و نیم مونده، یک ماه و نیم تا 1 ماه میتونید صرف کنید تا تولد فرزندتون، اونو بگذاریدش کافی، یعنی حداقل 1 ماهی محض باشه. اکتبر هست دکتر زایمانه. بنابراین شما تا میتونید تا فرض بفرمایید تا آگست که دارم دلیل دیگه سپتامبر یا اواخر آگست میتونید بگذاریدش مدرسه محض و از این بابت هم ناراحت نباشید. به هر حال مواظبی هست. مونتسوری من رزرو کردم. بسیار خوبه. اونم خوبه. مونتسوری هم برای تا کلاس اول و دوم دبستان به نظر من مناسب ترینه. حالا بعداً ببینید چه میشه. بعدم چه نوع مونتسوری هست. چون اونایشون که خیلی خوبند و میتونن تا کمی سنهای بالاتر هم بچه‌ها رو باهاشون برد، ولی کلاس اول و دوم رو حتما میتونید اونجا بذارید برای که نوع آموزششون و آموزش خوب و مناسبیه. درسته. بعدش زبان سوم و فرانسه که فعلا ما اصلا فرانسه اصلا انجام تام بعد از مدرسه بهتره، چون اون حداقل بعد برسه مثلا به 4 سالگی بعد و کم کم هم گوشش آشنا میشه. فقط برخی از اوقات میتونید تلویزیون فرانسه رو هم، یعنی به زبان فرانسه بذارید. درسته. بعد شما تیوی اصلا خونه نداریم، من چون میگم خیلی چیزش خب حالا باقی 20 ماه دیگه حالا اونقدر دیگه اون دیگه اوکی. بعدم سگو من قصدم این نبود که تلویزیون تماشا کنه، قصدم این بود که اگر فرض کنید تو اتاقش داره بازی میکنه تلویزیون رو روشن بگذارید که بدون که بچه کاری باش باشه، ولی به زبان فرانسه باشه، چون شما به هر حال جایی هستید که باید کم کم با تلفظ فرانسه و صداها تو این سن آشنا بشه، که وقتی مثلا 3 یا 4 سالگی شروع کرد فرانسه یاد گرفتن که 2 زبانه بشه اونجا مشکلی نباشه، چون فعلا شما یه زبان خیلی محبت فرما منتظرتون. من چندم اکتبر شما پین تشریف بیارین تورنتو. نمیدونم گفتگوهایی بوده ولی هنوز مطمئن نیستم. امیدوارم قبل از زایمان من باشه. والا به هر حال نه، من میذارم که نوزاد یاد ببینم شما چیکار کرد. برای دیدار او حاضرم بیام، ولی برای دیدار شما رو خیلی مطمئن نیستم. سپاسگزارم از نظرتون، افتخار ماست که بتونیم شما رو از نزدیک ببینیم. ممنونم آقای دکتر، پایدار و سلامت باشید. مرسی از اینکه برای جامعه ایرانی انقدر وقت می‌ذارید. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی.